به نام خدا، با عرض سلام خدمت عزیزان فرادرس. ناهید میرزمانی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. با آموزش انگیزش و هیجان در خدمت شما هستم. مبحثی که امروز به اون خواهیم پرداخت، تعریف و بیان جایگاه انگیزش در روانشناسی و اساس فیزیولوژیکی اون هست. بیشک یکی از مباحث بسیار مهم در روانشناسی، پدیده های انگیزشی و نقشش در رویدادهای روانی و به ویژه تأثیرش بر رفتار افراد هست. علاوه بر روانشناسی، سایر علوم هم به این مقوله مهم پرداختن، مثل فیزیولوژی، عصب شناسی، مثل علوم پزشکی و همینطور در تعلیم و تربیت. بر اساس عقاید کانت و وولف، روان از سه بخش مجزای تفکر، احساس و اراده تشکیل شده و مکانیزم‌های روانی متأثر از این سه بخش هستند. اما امروزه روانشناسان توجه چندانی ندارند و اکثر اونها از واژه انگیزش و هیجان به جای اراده برای توصیف رفتار استفاده می‌کنند. انگیزش در برگیرنده مباحثی هست که بیان میکنه منشأ رفتار چیه، چطور اون رفتار ادامه پیدا میکنه، چطور منحرف میشه. همینطور در الگوهای انگیزشی، هدف رفتار و تفاوت رفتار افراد در انتخاب کنش‌ها و شدت و تداوم رفتار توضیح داده میشه. پژوهش‌های انگیزشی به بررسی کیفی اثر یادگیری‌های گذشته و ادراک فرد همراه با عواملی که بر رفتار انسان در یک موقعیت خاص جهت، قوت و ثبات میشه محدود میشن. بنابراین مسائل اساسی که برای پژوهشگران روانشناسی مهم هست و بهش پرداختن، علت پدیدایی رفتار، هدف رفتار، علت ادامه اون رفتار، پیوستگی و تناسب رفتار، علت تکرار رفتار و مسائلی از این دست. اما هر رفتار انگیزشی 4 عامل تعیین کننده داره. اولین عامل موقعیت یا سیچویشن، محیط و محرک های بیرونی هست. دومین عامل مزاج، حالت و وضعیت درونی ارگانیسم رو شامل میشه. هدف که شامل هدف رفتار، منظور و گرایش هست و بالاخره ابزار یا اینسترومنت که توصیف کننده ابزار دستیابی به هدف هست. با توجه به اینکه تعریف انگیزش بستگی به مفاهیم نظری روانشناسان داره، بنابراین تعریف هر کدوم از اونها میتونه صحیح باشه. مفهوم انگیزش در هر کدوم از نظریه ها به صورت مفاهیم و سازه های اختصاصی از قبیل کشاننده، غریزه، نیاز، تلاش و انتظار هست. بر این اساس پژوهشگران روانشناسی تعاریف متفاوتی رو از انگیزه و انگیزش دارن. مثلا مورفی انگیزش رو بخشی از رفتار ارگانیسم میدونه که بستگی به طبیعت و ساختار درونی اون داره. هب مفهوم انگیزش رو گرایش موجود زنده به ارائه فعالیت منظم میدونه که از پایین‌ترین سطح خواب تا بالاترین سطح بیداری و فعالیت موجود زنده رو تغییر میده، طوری که نتیجه رفتار و نوع تحریک به طور متناوب بر ارگانیسم اثر میکنه. اش انگیزش رو در برگیرنده مجموع عوامل هوشیار و ناهوشیار فعالیت روانی میدونه که بر اساسش اراده و رفتار ما شکل میگیره. راپاپورت انگیزه رو نیروی اشتها آور درونی تلقی میکنه. استگنر و کاروسکی انگیزش رو کنش مجموع ارگانیسم میدونن که مجموع انرژی ارگانیسم بهش معطوف هست. آلپورت انگیزه رو وضعیت درونی ارگانیسم تلقی میکنه که رفتار و تفکر فرد از اون ناشی میشه. یانگ انگیزش رو فرایند فعال کردن رفتار، حفظ فعالیت و هدایت الگوی رفتار تلقی میکنه. گرومن انگیزش رو عاملی میدونه که ما رو برمی انگیزه، به حرکت وامی داره و به سمت رفتار معین سوق میده. اما تعریف هر انگیزه انسانی بایستی به عنوان یک سازه فرضی مورد توجه قرار بگیره. انگیزه مفهومی هست که روانشناس برای توضیح یک رفتار معین قابل مشاهده به کار میبره. بنابراین انگیزه سازه‌ای هست که محقق برای توضیح و تبیین یک رفتار خاص از اون استفاده میکنه.
سازه‌های علمی که بر mình lau chùi đến sạch thì ai cho nó chơi để em chơi được vứt để bệnh hết Yeah.